خب آقای علی آبادی مشورت هایی که با در واقع رئیس جمهور کرده بود، دوست نفر گزینه ایشون گفته بود و ایشون گفته بود و همطور بالاخره تفاهم نکرده بودن. بعد خود آقای دکتر احمدی‌نژاد گفته بود که رئیس جمهور که آقای علی آبادی خود بیا کاندید ریاست فدراسیون بشو و فدراسیون فوتبال اداره کن. فدراسیون فوتبال برای ما مهمه، برای مردم و جامعه مهمه و باید یک فردی باشه که توانمند باشه و در دولت هم شناخته شده باشه. ایشون هم بهترین کاره. بعد دیگه چون ما را اصلا میشه دیوارم کوتاه‌تر بود به ما زنگ زد که تو هم یه کاندید باشه که دو نفر یه نفر نشه، دو نفر باشه که بگیم بابا دو نفر بود تو بعدا مثلا برو کنار ما بشین رئیس. گفتیم آقا در همین حده نداره، چون من نه گروه خونم به فوتبال میخوره، نه اصلا بودم در فوتبال، نه علاقه ای دارم که بخوام برم در فدراسیون فوتبال و باشم. دو سه روز مونده بود فیفا نمیدونم سر چه مطلبی مسئله که ایشون پست ریاست سازمان تربیت بدنی داره، اینها گفت ایشون نمیتونه کاندید بشه و حذفش کردن. ایشون حذف کردن. خب آقای شهنازی هم دیگه در واقع اونم نتونست بمونه و به دلایلی استعفا کرده، کامل فقط تنها من موندم. منم به ایشون و اینا گفتم که آقا پس دوباره از نو بذارین کاندیدا بیان بررسی بکنین. گفتن نه دیگه نمیشه، این آخرین فرصته. هیچ دیگه تو مجمع ما نشستیم، یه آدم غریبه با فوتبال و جامعهش، حتی زیاد غریبه نبودم، من بالاخره در معاونت ورزشی 4-5 سال کار کرده بودم، ولی اینکه داخل فوتبال دارم و داخل با جامعه فوتبال دارم خیلی کم بود. گفتیم بعد چیکار کنیم؟ گفتم باید بشین تو انتخاب بشی. ناچارم بلند شدن و باز نشستن و گفتیم خسته نباشین ما شدیم رئیس فدراسیون. آخرین وزیری که بنده باش کار میکردم چندین بار ایشون گفتش که آقا باید این کارو بکنی اون کارو بکنی، من این کارو نمیکنم. گفت نایب رئیس رو عوض کنی، نکردم. گفت اون عوض رو نکردم. بعد با ما لج کرد، حتی گولازی حتی ایشون راه نمیداد ما رو بریم وزارت ورزش. من که نمیخواستم برم، ولی حتی از جلسه رؤسای فدراسیون محروم کرد، یه سال ما نمیرفتیم، بودجه بهمون نمیداد. یعنی این فشارها رو میارن. بعد ضمن اینکه وقتی که این فشارها رو میارن به یه رئیس فدراسیون، بندم تا یه حدی میتونم مقاومت کنم که اون در واقع قبح کار نشکنه و اون اساسنامه هامون رو بین نره. ولی خب خیلی بخوایم درگیر ادامه پیدا بکنه، این به ضرر فوتبال خواهد بود. حتی یه مسابقه بین المللی نوجوانان از سوریه، جوانان سوریه اومده بودن با تیم ایران بازی کنن، تو مشهد گذاشتیم که این استادیوم اونجا رو بس به روی اینها. یعنی در این حد نمیتونه به نفع فوتبال باشه این درگیری ها و دعوا مرافعه ها. این بود که من در دور سوم دیگه کاندید نشدم و اومدم کنار. آقای علی آبادی نظرشون رو این بود که ما صحبت کردیم و اینها مربی ایرانی بذاریم بهترینه، که اون موقع انتخاب تعیین شد که نظرش دادن که آقای علی دایی باشه. منم دیگه واقعا در اون مقطع دیگه خسته شده بودم. از علی هستم گفتم آقا ما دیگه هر چی بگن میگن یکی تعیین کنیم بذاریم، ما نمیتونیم هر روز سر مربی بریم این میز اون میز. الانم که میاد آقای کلمنته سفریه و نمیمونه و همین اگه بگه مثلا من میرم میام همه ایراد میگیرن، میگن آقا مربی واسه تیم باشه دیگه. هم موقع با مشورتی که با علی دایی داشتیم و با آقای علی آبادی داشتیم و این مذاکرات صورت گرفت، حتی مذاکرات خود آقای علی دایی رو من زنگ زدم اینا با آقای علی آبادی جلسه گذاشت حتی و قبول کردشون و به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شد. این بازی شروع شد و جمعیت زیادی استادیوم آزادی پر شده بود. در همون موقع هم چند لحظه بعدش آقای خود رئیس جمهور آقای دکتر احمدی‌نژاد هم اومد و بازی رو نزدیک دیدن. خب این بازی شروع شد و ما بازی رو 2-1 باختیم. در اصل وقتی که بازی رو باختیم ما حتی جمعیت خیلی داشتیم، رفتیم هم ناراحت بودن. ما یه نیم ساعت سروبی یه ساعتی نشستیم اونجا با آقای احمدی‌نژاد و علی آبادی توی اتاق نشستیم و ایشون دلداری میداد و حال بازیه دیگه، حال بازیه دیگه هم هستش و این بازی ها رو باخته و شما نباید ناراحت بشین و اصلا مسئله نداره و چیز نیستش و یه مربی همه که نباید ببره، بالاخره یه بازی میبازه بازی میبره و انشالله روند آخرش یه روند خوبی باشه. از نظر منطق هم این حرفی درستی بود. حتی من بعد از اون بازی که بعد یه سال سه رو دیگه آقای امنجا رفت و یواشاش خلوت شد و ما هم رفتیم، من رفتم تو هتل بازیکن‌ها همه بودن، خیلی ناراحت بودن. به آقای علی گفتم آقا شما مانعی نداره، حالا بالاخره بازی کردین دیگه، بازی حتما نباید شما همه بازی رو ببرین، حالا حساس بوده ان شاء الله بازی بعدی هم می‌بریم و تیم بره برای جام جهانی و حتی اونجا هم دلداریشون دادم، دلداری دادم. منتها خب این تموم شد و یه روز دو روز بعدش بود که ما جلسه رئیسه می‌خواستیم بذاریم که
خود آقای دواقع علی آبادی هم به ما گفت شما ما نظر می نستش که با توجه این باخت و این اثرات بلگی داشته آقای علایی نباشه. و حالا اینکه آقای رئیس جمهور بهشون گفته عبالا گفته اونو من نمیدم اینجا رو من دیگه نگفته من خب ما نظر می نست که نباشه. ما هم یه مواردی دیده بودیم و یه مسائل داشتیم با ایشون در هیئت رئیسه مطرح کردیم و این نظر هست که گفتن که ایشون نباشه. حالا اون موقع هم گفتن باشه ما آوردیم همه هم موافقت کردین. حالا میگن نباشه از هیئت رئیسه هم باش موافق هستیم و با این موافقت کردن و همونجا ما دیگه ایشون رو در واقع قانونی فدراسیون باید برکنار کنه. حالا من این بالاخره مواردی بود که حالا شاید بعضی از اعضای هیئت رئیسه مثلا در واقع میومدن میگفتن آقا مثلا یه کمیته فنی مثلا میگفتن این کار مثلا باید بشه در تیم ملی آقای دایی قبول مثلا نمیکرد میگفت نه من هم کاری که خودم میکنم میبرم چلو. و یه حالتی هم بود که حالا شاید آقای دایی هم مثلا خودش میگه من که خب از اون طرف چیز اومدم حالا وزارت ورزش اینا گفتم بیام زیاد مثلا به کمیته فنی و اعضای هیئت رئیسه نظراتشون زیاد بهای مثلا داده نمیشد توسطشون و یه همچه حالتی من احساسم این بود که هست. ولی در اصل اعضای هیئت رئیسه همه موافقت کردن با اینکه ایشون نباشه و همون موقع ما بر اساس اعضای هیئت رئیسه و توصیه‌ای که آقای علی آبادی کرده بود این کار رو انجام دادیم. ما یکم بیانیه‌های علیه آقای قلعه‌نویی داد و کلاماتی مثل گروه اندبی و اینا داخلش بود. آره اینا ببینید بد شد. این مسائل باعث شد که در واقع اون وجهه مربی سرمربی تیم ملی که وجهه باید ملی و همگانی باشه اختلافاتی رو به وجود آورد که اون یه دسته گفتن آقای ما قبول نداریم اون گفت ما رو قبول نداریم و در واقع سرمربی تیم ملی باید پایه در نمادی از وحدت بین همه باشه. اون موقع ایشون به خاطر این نماد وحدت که نداشت رفتن کنار. بعد یه آقای قطبی که اومدن با اون چرب زبونی و صحبت ها و ما یه بازی با کره داشتیم ایشون گفت من کره خیلی خوب میشناسم و اینها بعد ما شرط کردیم گفتیم آقا شما اگه اومدی کره رو بردی رفتیم جام جهانی ما این حق و زمین بهت میدیم نرفتی نمیدیم. این با این شرط قبول کرد و اومد و حالا گفت کره هم میشناسم و آنالیزورش بودم و خیلیشون خوب قشنگ حرف میزد دیگه در صورت دستم میشناسم و بعد اصلا دیگه همه کار میکنیم و این حرفا دیگه در صورت ایشون اومد و بعد ایشون هم دیگه خب بازی کردن تلاش های کرد نتیجه نگرفت. بعد که ما دو جام ملت ها هم ایشون رو نگه داشتیم ایشون رو و به اصطلاح بعد هم دیگه خب دیگه از همونجا ایشون خلاصی کرد. مسئول مذاکره با آقای کیروش آقای ترابیان بودن. ایشون بر اساس اون صحبت‌هایی که آقای سعیدلو رئیس وقت سازمان تربیت‌بندی کرد به ما که به این سراغ مربی قوی که تو جام جهانی قبلی هم تجربه داشته باشه بوده باشه ما نگاه کردیم دیدیم ایشون بوده که از پرتغال گذاشتنش کنار و ایشون مربی اونا بوده. ما حتی از یه سمیناری هم موقع داشتیم با رؤسای فدراسیون‌های کشورهای مختلف که آقای رئیس فدراسیون پرتغال اونجا بود رفتن پیشش گفتم فلانی و سلام علیکم گفتم که شما از آقای کیروش که سرمربیتون بود چرا ایشون رو در واقع تعویض کردین و راضی بودین یا نه. ایشون گفت ایشون مربی از فنی خیلی مربی خوبیه این سه برخورده بشه اون تا اخلاقش و اخلاق توندیه و باعث شد ما با فیفا اینا درگیر شیم و خلاص نتونستیم با ایشون کار کنیم. اخلاقش خیلی سخته حتی تو کشور امارات رفته بود چند وقت پیش نتونست بمونه. ما گفتیم خب خود ما که خوش اخلاقیم ایشون رو بد اخلاقه بالاخره حلش میکنم و ایشون رو میاریم و با آقای ترابیان ماموریت دادیم که بریم با ایشون صحبت کنه. ایشون رفت با آقای کیروش صحبت کرد و بعد ایشون هم اومد یه بررسی کرد و رفت و گفت نه من نمیام نمیخوام دیگه. ما یه مدتی یه چند بازی هم بود و مسابقه داشتیم و اینها بود باز دنبال گزینه‌های زیادی بود همین بعد رو میز ما میگفتن این هست این هست این اونجا بوده این اونجا بوده و از این حرفا زیاد میومد این ویلموس بوده اون فلان بوده اون نمیدونم به قول گالیانو بوده کی بوده این حرفا تا دوباره یه تماسی گرفتن شاید ترابیان با اون گفته بود که آقا شما باشه یه بار به ایران ببین جا ببین مکان ببین بچه‌ها ببین گفت باش میام ایران میبینم. بعد برای کیروش ایشون آورد تهران و ایشون رفت دید و کمپ دید جای مختلف رو دید روحیه مردم ایران دید دیگه قبول کرد قبول کرد و دیگه همونجا ما اومدیم و یک قرارداد رو تنظیم کردیم با ایشون و قرارداد بستیم و ایشون دیگه شد سرمربی. این
که آقای کیروش یک باهوشی خیلی قوی داشت. دو تا چیز میدونست. میدونست که مردم خیلی طرفدارشن، قبولش دارن، و به خاطر اینکه مردم طرفدارشن و قبولش دارن، از بالا هم یه سری مسئولین بالا هم به اون بهش پیام داده بودن، میدادن، بالاخره باش تماس میگرفتن، یه سری اینو حمایت میکنن. برای حتی وزیرهای بله، حتی در معاون اول رئیس جمهور مثلا در حد، چون مثلا ما داشتیم برهه که وزیر مخاطب بله. شما گفتین که بالاتر از وزیر آقای که بله، معاون اول رئیس جمهور بود، نه حالا بله رئیس جمهور کی بود، هر کسی آقای جهانگیری مثلا نه آقای فریدون بود، شور آقای بله، حالا بالاخره در حد بالایی بود، حالا اوایلش که اینجوری نبود، بعد یواشاش اینجوری شد دیگه، اوایلش که تا ایشون اومد به لبنان باخت و بعد ما رفتیم روی مرز و دوباره اومد بالا و رفتیم جام جهانی، دیگه ایشون محبوب شد و خیلی رفت بالا و حمایت‌ها زیاد شد ازش. حتی یه زمانی که زمانهای گودرزی بود و ما دیگه با ایشون تفاهم کردیم که آقای کیروش برو با ما، هم تو خسته شدی هم من خسته شدم، وزیر ایمون نمیخواد که بعد خواست بره و خداحافظی کنه، که باز دوباره از طرف بذار ورزش که خودشون گفتن من این اصلا به نظر من نباید باشه، دوباره اومدن آقا نه باید باشی فلان باشی، چرا معلوم بود که بالای دست اونها هم بالای سر اونها خواستم جلوتر برسیم دوندن اینا خود که شد بدیم جلوتر و آخرش اینو بپرسم. این که الان آقای گودرزی شرکت، من خاطرم از آقای گودرزی حتی یه جلسه تو وزارت ورزش باشه رسیم پیشکسوت دعوت کردن که علی کیروش حرف بزنن. بله حالا اینو من شنیدم، منم ولیام که میشه یادم مثلا آشیانی دعوت کرد. بله دعوت کرد، چون ایشون خیلی دنبال این بود که خب اون کیروش بزنه، بارها به ما گفته بود، ما هم آخری بار گفتیم خب حالا میخوای بزنه، خب ما خودمون برش میدادیم نشستیم با کیروش تفاهم کردیم، کیروش یه سفر رفت و باز برگشت، باز ایشون مدیر کل ارشادشون رو مامور ایشون که سرن پشت سرشون نه باشه، اونم مدیر کل ارشادش فرستاد ما اونجا بشینه کیروش ببین نظر بزنه ارزش اینه، چون حالا کیروش هم باهوشی بود، برای اونش از 4 سال با اینو هم صحبت کردیم و بعد دوباره تفاهم شد که بمونه.